همه ما به نوع یادمون هست و اگر جوانان که در اون زمان نبودند سخنان خمینی رو شنیدن و اینکه وقتی که وارد ایران شد با توجه به اینکه برای ورود ایشون خیلی یا کشته شدن خیلی یا زندان رفتن چقدر به استقبالش رفتن زندگی خیلی ها رو به خطر انداخت ایرانی ها رو خب ایرانی هایی که ناگاه بودن حقیقتا نسبت به این موضوع از جمله خود من اما وقتی تو هواپیما به ایشون گفتن که احساس تو چیست خمینی گفت هیچی و درست گفت درست گفت چرا؟ چون زیاد خواهی خمینی و انگیزه و هدفش مال کشور ایران نبود هرگز کشور ایران رو مانند آنانی که 1400 سال قبل یک مرکز ثروت و درآمد دانستن تا بتوانند دنیا را به قارت بکشن خمنی نیز این انگیزه رو داشت و این کار رو کرد سخنانش اعمالش و مریدانش تا به امروز هیچ کشوری شما پیدا میکنید که تو اون جنگ باشه دست ایران اونجا نباشه برید تحقیق کنید لطفا هیچ کشوری نیست چون که خمینی به فکر این بود که جهان رو تحت تسلط ایدولوژی خودش بیاره و زیاد خواهی این آسیب رو میزنه همان گونه که در امپراتوری عثمانی میدونیم که فردا مصادف با چنین روزی هستش به 4 اپریل این همه ارامنه و مسیحی ها رو امپراتوری عثمانی کشت تا بتونه دنیا رو فتح کنه و قدرت خودش رو فتح کنه پس اونجایی که شما ظلم و ستمی رو میبینید این رو بدونید که این افراد همون افرادی هستن که به دامی که شیطان قرار گرفت آنان نیز قرار گرفتن حالا خمینی رو ما گفتیم هیتلر میتونه باشه استالین میتونه باشه و هر افرادی که در این موقعیت در ظلم و ستم مردم رو قرار میدن ولی برخلاف اون عیسی مسیح روی صلیب رفت برای بشریت جان خودشو داد اون مرد تا همه مردم بیگناه بشن اون نگفت دیگران بمیرن برای ایدئولوژی من مسیح مرد تا همه بیگناه بشن حتی وقتی روی صلیب بود میدونیم که دو تا دوز هم این ورونور مسیح بودن درسته؟ یکی از این دوزها اعلام کرد که من تو رو قبول دارم میپذیرم آیا میشه من در کنار تو باشم در فردوس و میبینیم که در لغا 23 43 اعلام میکنه تو امروز با من در فردوس خواهی بود ایسای مسیح آیا احساس نداشت؟ آیا ایسای مسیح اون شخص رو درک نکرد؟ صد درصد درکش کرد احساسش رو درک کرد موقعیت رو درک بهش نگفت نه هنوز کلاس مسیحیت چیست نرفتیم هفت ما باید از این دوره بگذره تو هنوز به دعای توبه رو برات نخوندیم هنوز تعمید نگرفتی خیر عیسی مسیح شرایط رو میدید درک کرد احساس رو و چون زیاده خانه نبود و آمده بود زندگی اعتدال و معتدل رو به مردم معرفی کنه بهار همیشه جاوید رو به مردم بده میباید از عمق وجود تک تک انسان ها با خبر بود و از عمق وجود اون شخص دوز با خبر بود از پشیمانی او با خبر بود اما بالاتر از اینه که اون یکی دوز که مخالفت کرد با عیسی مسیح و ایسای مسیح رو روی صلیب محکوم کرد مسخرش کرد حتی ایسای مسیح او رو در کرد حتی نسبت به او احساس خوبی داشت حس کرد اون رو شرایطش رو درک کرد چرا که در همون انجیل لغا 23-34 میبینیم که مسیح اعلام میکنه ای پدر اینان را بیامرز یعنی همین دوزی که من را محکوم کرد و آنانی که به من آب دهان ریختن توهین کردن دست و پا و کردن پهلوم و سراخ کردن, کردن، فهاشی کردن به من شلاق زدن آنان را ببخش چون مسیح احساس تمام اونها را درک میکرد آمین و امروز ما احتیاج به چنین رهبری داریم ما احتیاج به پادشاهی داریم که از عمق وجود ما با خبر هست و اون هست که میتونه ما رو آزاد کنه اون هست که ما رو درک میکنه شاید پدر و مادر ما رو درک نکنن شاید والدین ما رو درک نمیکنن شاید دوستان ما ما رو درک نمیکنن همسر ما شاید ما رو درک نمیکنه اما مسیح ما رو درک خواهد کرد مسیح ایران رو درک میکنه مردم ایران رو داره درک میکنه براش مهم هستش و بعده داده که بر قلب ایرانی ها سلطنت خواهد کرد مسیح نیامد که بگه من هیچ حسی ندارم هیچ احساسی ندارم به ایرانی ها گفت تمام وجودم حس برای مردم بشر چرا که آنانی که گناه میکنن و مرا تایید نکردن و آنانی که مرا تایید کردن من آنان را دوست دارم